آسیب دارم. خلاصه بگم واسه تون که هدفم از این که گفتم نمیخوام واسه چند روز باشم، استوری گذاشته بودم که چند روزی سوشال مدیا نیستم. دو تا چیز بود: یک، به شدت دچار افسردگی و ناراحتیم. دو، میخوام اینو عوضش کنم. I wanna see my best version. My best version. دیشب تا الان بیدارم، مثل که امشب میخوام بخوابم و خوابم رو درست کنم. زر مفت میزنم، هیچ وقت نتونستم خوابم رو درست کنم. بازم کارهای نانسنس کردم، جدی نگیرین. دو فاز حاوی روغن مثل چی کار میکنی؟ نمیدون از این مدل ها نباشه که خوبه. خوب نبود. این روش رو برای رنگ زدن موهاتون امتحان نکنید. سلام بچه ها، من ZHR هستم. به این چیزایی که دارم نشونتون میدم اصلا دقت نکنید و اگه قصد دارین موهاتون رو رنگ کنید، حتما پیش یه آدم پروفشنال برید. این کار داخل خونه واسه تون واقعا نتیجه جالبی نداره. هیچ کجای دنیا اینطوری کسی موهاشو رنگ نمیزنه. من موهامو اومدم دو گوشی بستم، بعد اصلا فرق سر منو نگاه کنید چه شتیه. اصلا درست موهامو جدا نکردم، من نمیفهمم اصلا این ویدیوی نانسنس چیه من گرفتم. عمیقا بهتون بگم که دلتون نمیخواد حتی کامل این ویدیو رو ببینین، به خاطر اینکه من واقعا نمیدونم این چه کاریه دارم میکنم و اون لحظه چه فکری با خودم کردم و فکر کردم چطوری میتونم موهام رو به پایه برسونم. اصلا مهم نیست، یعنی نمیخوام حتی بهش یه دقیقه فکر کنم. و اینجا رو نگاه کنین، من به گوخوری افتادم و مامانم گفتم مامانی خواهش میکنم منو از این جهنم نجات بده، به خاطر اینکه قرار موهام به فاک بره و قبل از اینکه این اتفاق بیفته خواهش میکنم، میخوام ازش جلوگیری کنم. تقریبا اینجا خیالم راحت بود که خب موهام داره به پایه میرسه، یه جورایی میتونم اون رنگی که میخوام رو بزنم. خب خیلی داشت سوز میداد و اینکه همینطوری داشتم سرمو ماساژ میدادم و اینا، ولی خب بد نبود. ولی خب اون آیدیایی که من داشتم بد بود، یعنی اونطوری تقریبا غیر ممکن بود. تا اینکه متوجه شدم باید یه بار دیگه موهامو دکلوره بزنم و خب بدتر شده و یه جورایی دیگه داشت سرم تاول میزد و زد روی پیشونیم، خیلی درد داشت. همینطوری منتظر بودم، ولی خب بکشم و خوشگلم کن. بعد از 1 ساعت و 45 دقیقه بالاخره پروسه دکلور زدن تموم شد. ریشه موهام خیلی سفید شد و ساقه موهام نه، ولی خب برای رنگی که میخوام کافی بود و دهنم صاف شد، فکر میکنم باحال شده باشه. عصر همون روز، امروز خیلی سخته تا شب بشه واقعا واسم، به خاطر اینکه دارم خوابم رو درست میکنم. واقعا هنوز هم خوابم درست نشده. این همه زجر واسه چی بود آخه؟ 5 روز به خاطر یه اتفاق نه مسخره، در واقع یه اتفاق خب برای من مهم، نخوابیدم. خیلی هم نخوابیدم، یه مدت زیادی و خیلی کوتاه میخوابیدم، یعنی تقریبا نمیخوابیدم بلکه داشتم رویا میدیدم. ولی خب اگر طرف بگم که چی میگی زهرا جان؟ هیچ کس متوجه نمیشه. آه خیلی خوبه، اشکال نداره. به هر حال ما دائما داخل زندگیمون داریم یاد میگیریم چجور رفتاری داشته باشیم با خودمون تو چه شرایطی و من الان خیلی حالم خوبه. کاملا مشخصه که حالت خوبه، ولی خب ادامه امروز رو نمیتونم ریکورد کنم به خاطر اینکه خیلی خستم. واسه هیچ کس مهم نیست.
خب الان قراره که موهام رو رنگ بزنم و یه رنگ خیلی خوشگلی که قبلا What the fuck چی کار میکنی؟ واقعا لازم نبود رنگ رو بخوری. چرا فسفت میزنم؟ دیم بچه ها، من قراره که واسه اولین بار سوشی امتحان کنم. هیچ ایده ای ندارم مزهش چطوره. آخرین چیزی که راجع به سوشی میدونم اینه که خب محتویاتش غذاهای دریایی معمولا، و من 12 سالی که غذای دریایی نخوردم، یه بار بیشتر ماهی نخوردم و اصلا ارتباط برقرار نمی کنم. پس چرا سوشی رو انتخاب کردی؟ چرا اینطوری صحبت میکنم؟ حالا داره خودم به هم میخوره، خیلی کرینج میشم. پاکت یه داستان جالبی هم براتون تعریف کنم که داخل اهواز، جایی که من زندگی میکنم، رستوران نیست که سوشی داشته باشه. یعنی من خیلی گشتم، از قبلم دنبالش بودم که سوشی تست کنم، مخصوصا موقعی که انیمه و اینجور چیزا میدیدم خیلی جذبشون میشدم. بعد پیدا کردم و یهو دیدم یکی از دوستان داخل پیج پرایوتم استوری سوشی گذاشته بود و یه جایی رو منشن کرده بود، یه حالت کارگاه مانند بود که اونجا دیگه خودشون سوشی درست میکردن و اینا. بعد اینکه بگم از جایی هم که سفارش دادم، هیچ ایده ندارم که سوشی رو چطوری درست میکنن، خوبه بده چجوریه، و یه ذره استرس هم سر این دارم. خب من از موقعی که رسیده بود دلم باز نکرده بودم. من که چیز دیگه بگم، من این رو ساعت 9 صبح سفارش دادم، بعد من از دیشب تا الان نخوابیده بودم. یعنی تا الان که نه، من دیشب تا همون 9 صبح نخوابیده بودم. بعد وقتی اینو سفارش دادم گرفتم خوابیدم و ساعت 1 ظهر برا من رسید و قیافم میبینیم پف. من دوباره خواب پا شدم حقیقتا به خاطر اینکه سوشیم رسیده بود و اینکه میخواستم فرست تایم هم رو ویدیو بگیرم ببینم خب هم شما ریاکشن من رو نسبت به مزه سوشی ببینین. همین که کلا میخواستم که یه جوری مموری بشه واسم که اولین باری که سوشی خوردم ندارم چی جوری بوده و اینا. سوسایی که همراهش فرستاده یه دونه سویاه، یه دونه سبزه، یه دونه صورتیه. سویا، سبز، صورتی، با دامبار. عقل که نداشته باشی خیلی هم خوب میخندی. یه دونه چوبه. کیو چقدر سخته در بردن این. چسب کاریش کردن. از این چوبای چاپستیک هم فرستادن که با اینا بخوریم، ولی خب ما به اینا نیاز نداریم. ما خودمون دو تا چوب چاپستیک سمیه معلوم نیست از کجا گرفتن اینا رو داریم. That was so close که یکی از این سوسا. من نمیدونم چرا بو الکل میده، بوی رنگ مو میده، نمیدونم چیه، انگار کپک زده است. این صورتی رو ببینم، این که من از این سوس سایه روش ریخته. چرا اینا اینطوری هم صورتیه مثل رنگ موهای منه؟ آره نو، این سوساش خیلی بوی بدی میدن. اینا رو میدیدم همون کودکی، همیشه قیافه هاشون کیوت. این قیافه ها چطوری به نظر خوشمزه میرسن؟ منویی که برای من داخل واتساپ فرستادن جیمی چی؟ نه اینو ولش کن. این لاین وسطی کریسپی تمپوراس میگوه. این لاینه یا این لاینه؟ I don't know. Anyway، این یا این، یکیشون چیکن تریاکیه، یکیشون چرا من اینطور شدم؟ جیمی روا کریسپی تمپورا چیکن تریاکی. خب من میخوام از لاین وسطیه شروع کنم. اوخی چقدر کیوتر، تو خدا مزتونم خوب باشه.
خوشمزه است ولی مزه خاصی هم نداره، میدونین چی میگم؟ به این مزه میگو برنجش خیلی خوشمزه است با هم دیگه. و اینکه من بعدم نیومد جدا، میگو برنجه، میگو سوخاری داخلش، ولی پخته کامل به نظر نمیاد باشه، ولی خوشمزه است جدا. این خوب بود. حالا اینو من تا اینجا اومدم. نه جدا ببینید، اون دسته از سوشی ها که یه مقدار پخته ترن به نظرم اوکی ترن، چون من ویدیوی یه سری از کانتنت کریتور هامون رو دیده بودم و ریاکتشون به سوشی اینطور بود که من اینطور شدم که واقعا آیا سوشی واقعا اینقدر بدمزه است؟ و خب چون یه مدل های مختلف داره، این مدلاش که یکم پخته ترن مزه قابل تحمل ترن، ولی این واقعا خوشمند، یعنی اوکی بود مزهش، من دوست داشتم مزهشو. و احتمالا بچه ها، چون من دیدم ویدیو بعضیشون که سالمون گرفته بودن و سالمون رو من خواستم بگیرم تست کنم، بعد اون خانومی که من ازش گرفتم گفت سالمون نگیر به خاطر اینکه نپخته است. فاک، ببخش، من واقعا بابت این ورژن از خودم عذرخواهی میکنم. دیم چقدر خوشمزه است این یکی. این یکی از اینم خوشمزه تر بود. این یکی رو یکم چیزم، این یکی یکم استرسش رو دارم، چون احساس میکنم همون مدل سوشی هست که چیز نپختم داره. آره این یکم خامه، نمیدونم چی داخلشه. بس داخلش همین دورش پخته است، داخلش خامه. آووکادوه با ماهیه فکر کنم. چیه؟ اون جدن تا اینجا بهتون بگم ستاشون واقعا برای من خوشمزه بود. دفعه بعدی میخوام سوشی های خامتر و یه ذره اون مدلی تر تست کنم، از اونایی که یکم به سوشی، میدونی حس سوشی بگیری قشنگ، چون ما اون چیزی که تصور داریم همیشه اینطوری که خام باشه، خیلی اینطوری فیلینگش بالتره. ببینم میتونم تحمل کنم، ولی اینا واقعا مزهشون قابل تحمله، عالیه. مرسی که این ویدیو رو دیدین و اینکه من فکر میکنم یعنی خیلی خوشحالم زیاد. ساب، لایک و کامنت و اینا، اینستاگرام زهرا رو هم فالو کنین قبل از اینکه بمیره 10,000 تایی بشه. تره.